سلام به همه سپنجایی های عاشق سفر. قبل از شروع باید یه تشکر ویژه ازتون بکنیم که تا اینجای برنامه سفر به کجا بریم همراه ما بودین. امروز میخوایم سراغ شهری بریم که میراث ارزشمندی درون خودش داره اما صاحبی براش وجود نداره. اگه به دنبال طبیعت‌گردی و بازدید از مکانهای بکر تاریخی هستین احتمالاً عاشق این قسمت سفر به کجا بریم میشین. کرج‌گردی قبل از هر چیزی نیاز به اشتیاق و علاقه به تاریخ داره. درسته که اکثر بناهای تاریخی کرج در حال حاضر بهشون رسیدگی نمیشه و خیلی شکوه قبلی خودشونو ندارن، اما ما باید به هر حال بشناسیمشون. کاخ سلیمانیه یکی از مکانهای بسیار مهم و جالب داخل شهر کرجه که در اون تنها عکس اولین شاه قاجاری که برای انتقام دست به خون و خونریزی زد رو میتونیم ببینیم. البته فکر نکنید که کرج فقط مکان حضور افراد قاجاری بوده، چرا که قبل از اونا سلجوقیان برای خود بناهایی تو کرج داشتن. پل سلجوقی که در حال حاضر بازسازیش کردن یکی از این بناهاست که ما رو تا استبل اسبان سلجوقی میبره. البته اگه رفتین و به این مکان سر زدین زیاد تعجب نکنید. این مکانهای تاریخی جذاب این روزا سرپناه شدن برای افراد کارتون خواب، ولی خب به هر حال دیدن این خونه ها خالی از لطف نیست. خب فکر کنم دوران تاریخی گذشته بس، بیاین وارد زمان معاصر بشیم. کرج از قدیم الایام مورد علاقه شاهان و شاهزاده ها و ملکه ها بوده. میگین نه؟ به کاخ مروارید نگاه کنید، بنایی که مخصوص شاه پهلوی و همسرش بوده. شاید علت این همه علاقه به این شهر براتون سوال باشه. دلیل مشخصه، کرج جایی که آب و هوای بسیار خوبی داره و طبیعت در اطرافش زیاد دلربایی کرده، پس منطقیه که مورد علاقه افراد بزرگ و حکومتی باشه. اگه از بناهای تاریخی خسته شدین و یا خواستین که دلی به طبیعت بزنین، باید بهتون بگم که انتخاب زیاد دارین. راستی اگر برای محل اقامتتون هنوز تصمیم نگرفتین، لازم نیست نگران باشین. شما با اجاره خونه، سویت و یا حتی آپارتمان مبله در کرج چند دقیقه فاصله دارین. برای این کار میتونین وارد سایت سپنجا بشین و در میون اقامتگاه‌های گردشگری شهر کرج یکیشو انتخاب کنین. اگر در هر جای این فرایند احساس کردین که سوالی دارین و یا به مشکلی برخوردین، کافیه با تیم پشتیبانی سپنجا تماس بگیرین و ازشون راهنمایی بخواین و همچنین رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو در حین سفر فراموش نکنید.